خب بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قرارگاه مقابله با عملیاتی مقابله با کرونا امروز دومین جلسه شو تشکیل داد. از اون جلسه تا این جلسه ما یه جلسه با استانداران سراسر کشور و رؤسای علوم پزشکی سراسر کشور داشتیم. همه تجربیات این 9 ماه رو با نگاه آسیب شناسانه دوستان در این جلسه ارائه کردن و پیشنهاداتی که اون پیشنهادات در قرارگاه انشالله عملیاتی خواهد شد. همچنین ما جلسه مشارکت‌های مردمی را در قالب شورای اجتماعی داشتیم که اونا چگونه ما باید مشارکت مردم در این زمینه افزایش بدیم. این هم جزء جلساتی بود که داشتیم و امروز هم در اینجا مطرح شد. موضوع بعد تمام مصوبات 42 جلسه ستاد که بیش از 300 مصوبه هست مورد بازنگری قرار گرفت، مربوط به 37 دستگاه اجرایی بوده، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، از دستگاه‌های اجرایی گزارش کار خواستیم که گزارش کارشونو باید به قرارگاه بدند و مواردی که به هر دلیلی اجرا نشده یا ضعف در اجرا داشته دلایل رو باید بگند که ما انشالله بر مبنای اون دلایل بتونیم برنامه‌ریزی دقیق بکنیم. مبنا و بنای قرارگاه این است که ما از ظرفیت‌های همه مردم و همه جغرافیای کشور و همه ساختار اداری کشور استفاده کنیم. بر این اساس مقرر شد که استانهای ما، شهرستانهای ما، شهرهای ما و بخشداریهای ما چنین جلساتی را در قالب همون ستادهای استانی داشته باشن و اجرا را به صورت دقیق پیگیری کنن و به صورت روزانه به قرارگاه باید گزارش بدن. برخی از گزارشان به صورت هفتگی است. همچنین مقرر شد که کمیته های وابسته به ستاد ملی از باب هماهنگی و از باب نظارت بر حسن اجرا که وظیفه قرارگاه است، گزارش های هفتگی خودشون رو باید به قرارگاه بفرستن و قرارگاه اون گزارش ها را مورد رسیدگی و بررسی قرار بده. یکی از مسائل مهمی که در این 2 هفته به همت و کمک وزارت بهداشت، شخص آقای دکتر نمکی و هم معاونین محترم ایشان، رؤسای علوم پزشکی و همچنین بسیج تصمیم گیری شد و ما فردا انشاءالله شاهد هستیم اولین استان ما شروع میکنیم کار را، موضوع غربالگری عمومی و افزایش میزان تست است. ما مبنا را در این طرح محلات گرفتیم. بنای بر این است که محلات تقسیم بندی بشود، دستگاه‌هایی که در این زمینه همکاری دارند، بسیج، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، بهداشت، هلال احمر، مساجد و مردم اون محل خواهند شد که همه امکانات در اختیار قرار گرفته. ما فردا اولین استان کرمانشاه خواهد بود که انشالله ایجاد می‌کنیم و اقدام می‌کنیم. بنابر این است 2 امر اتفاق بیفته: 1. میزان مبتلایان کم شود، 2. میزان ورودی به بیمارستان ها کاهش پیدا کنه. این مستلزم غربالگری عمومی است و اگر این کار انشاءالله موفق بشه با تمهیداتی که اندیشیده شده و با همکاری که مردم خوب ما خواهند داشت، ما یقینا می توانیم این موضوع را در زمانبندی مناسبی که وزارت بهداشت داده حتما انجام بدیم. تقاضای من از مردم خوب و عزیز من اینه که همه واقعا باید مراقب خودشون باشن، همکاری بکنن. ضمن اینکه تشکر میکنیم از همکاری هایی که تا الان بوده، گزارشی که امروز در جلسه داده شد، بحث رعایت پروتکل ها و انضباط اجتماعی، فاصله اجتماعی که در هفته گذشته و 2 هفته گذشته به 46% رسیده بود، الان گزارش 70-75% را داریم. این نشان دهنده همکاری و مشارکت خوب مردم در این کاره.
ما امیدواریم انشاءالله این مسئله را با همکاری مردم پیش ببریم. از فردا اون شهرهای جدیدی که میبایست محدودیت ها اعمال بشه بیشتر شروع خواهد شد. ساعت کار از بعد از ظهر ساعت 6 برای مشاغل بجز ساعت 1 خب ممنوع خواهد شد. یک طرحی هم در ستاد مطرح شده بود به عنوان محدودیت تردد‌های خودروهای شخصی بعد از ساعت 21 که امروز در جلسه مطرح شد، ابعاد قضیه دیده شد و محاسن و معایب هزینه ها و منافع آن که ما این طرح را هم انشاءالله به ستاد ارائه خواهیم کرد. ستاد هر تصمیم بگیره ما به دنبال اجرایش خواهیم بود. نیروهای نظامی، نیروهای انتظامی، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی همه در اجرای تر واقعا ما را یاری میدن، مثل بقیه دستگاهی که وظیفه‌شون رو دارن انجام میدن. علی حال با مشارکت مردم، با همکاری دستگاه اجرایی، با لطف خداوند متعال امیدواریم که انشاءالله بتوانیم به این موضوع غلبه کنیم. به هر حال برای همه ما واقعا سخته که روزانه آمار فوتی ها و آمار بستری ها رو داشته باشیم. برای هیچ کس این خوشایند نیست، همه متأثر و متأسف هستیم. فقط راهش اینه که تلاش بکنیم که انشاءالله تمام تجربیات جهانی، تمام تجربیات ملیمان و تمام دانشمان را پای این کار بیاریم. من از تمام دوستانی که در وزارت بهداشت به عنوان کادر درمانی، کادر خدماتی، کادر پزشکی دارن تلاش میکنن تشکر میکنم. از همه رسانه ها که انصافا خوب به میدان آمدن و میتونن بهتر از این هم در مدیریت افکار رو ما کمک کنن تشکر میکنم. به هر حال یه بلیه عمومی جهانی است، ما باید نقش خودمون رو ایفا کنیم که بتونیم ان شاء الله این موضوع رو مدیریت کنیم. متشکرم.